سلام نوروزی و بهاری ما رو پذیرا باشین. امیدواریم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و بهار خوبی رو آغاز کرده باشین. بهار برای ما ایرانیان خیلی مهمه، چون نوروز رو به همراه میاره و نوروز جشن نیاکان ما، جشن بزرگی که در کنار هم سعی میکنیم در هر کجای دنیا که هستیم، دور از وطن ولی با نگهداری جشن هامون، جشن مخصوصا جشن نوروز که بزرگترین جشن ما ایرانیان هست، بتونیم برای نسل آینده همچنان این جشن بزرگ رو نگهداری کنیم و انتقال بدیم. بنابراین در هر کجایی که باشیم سفره هفت سین برپا هست و عیدی و عید دیدنی برپا هست و مهمان های عزیزی که به استودیوی ما میان و ما با اونها به دیدن عید شما، به منازل شما هر کجای دنیا که هستید. هر کدوم پیامی دارن، هر کدوم مهری دارن و هر کدوم باوری که نهایتاً در یک جمله مشترک میشه نوروز، میشه سالی که در پیش داریم و آرزوهایی که در دل هممون دیگه داره کم کم تبدیل میشه به امیدواریم هیچ وقت ناامید نشیم، ولی داریم از هم سوال میکنیم چی داره میشه، چی داره میگذره، یک بار دیگه نوروز آمد. اجازه بدین مهمان عزیزی داریم در استودیو، خیلی عزیزه، چه مهمان خوبی که هر ساله، خیلی ساله، بیش از 20 ساله که این مهمان عزیز ما افتخار داریم بر سر سفره هفت سین ما میاد و به دیدن شما عزیزان و سروران. به سیاوش خان منصوری عزیز عرض ادب داشته باشیم و خوش آمد بگیم و گفتمان امروز رو پیشکش شما کنیم. عرض ادب دارم جناب منصوری عزیز، خیلی خوش آمدید. قربونتونم، سپاسگزارم. با عرض درود خدمت شما و دوستان عزیزی که در خدمتشون هستیم، باعث افتخار من در خدمتتون باشم. قربونتون برم، خیلی ممنون از اینکه همیشه کنار ما بودی، کنار مردم بودی و همیشه پیام های خوب داشتی و حرفی برای گفتن. و اینی که این همه سال آدم در رشته خودش نام نیکی داشته باشه و هنوز هر جا، هر تلفنی، هر صحبتی، هر مجلسی صحبت میشه از به شما میگن سیا، همه به عنوان سیا میشناسن و سیا منصوری عزیز هر کجا میان همکارانش خیلی حرفه. هر ساله من اینو با افتخار تکرار میکنم، میان همکارانت هر جا اسمت میاد همه ازت راضین، همه دوستت دارن. این خیلی مهمه، خیلی با ارزشه و این روزها حفظ اعتبار، حفظ اینکه به مردم اطلاعات درست بدی در این بازار واقعا پرتلاطم خرید و فروش املاک، یعنی چون به هر حال کار ایشونه و خب از پرسابقه های شهر و از درست کارهای شهر، برای من کار خیلی سخت میشه وقتی شما بخواید کار رو درست انجام بدید. ولی امروز عیده. قبل از اینکه بریم سراغ املاک و اینکه شهر چقدر شلوغ پلوغه، بریم به سراغ نوروز. نوروز با همه شلوغ پلوغیش یه گوشه میشینه و میگه من اومدم جایگاه خاص خودش رو داره، جایگاه ویژه داره و به هر حال امسال هم با بهار، با آغاز بهار خود نمایی کرد و ما هم با جان و دل در آغوشش کشیدیم. بریم به سراغ شما که امسال چیکار کردی؟ امسال رو چه جوری می‌بینی؟ همیشه نگاه دیدگاهت اینقدر جالب بوده و واقعی، گرچه تلخ ولی واقعی، چون همیشه واقعیت تلخه. ولی امسال هم آماده شنیدنش هست. خواهش میکنم، لطف دارین. من اتفاقا به قبل از اینکه برسم خدمتتون داشتم صحبت می‌کردم با همسرم که دفعه قبل که شما فرمودی بهم صحبتی داشته باشیم با دوستان، گفتم واقعا دیگه جرئت نمیکنم حرف بزنم. برای اینکه ما صحبت هایی که میکنیم، نظر هایی که میدیم با توجه به شرایط اون لحظه، اون روزه و اینقدر این دولت هی لحظه ای تصمیم میگیره و هر موقع میبینی استدلال خوب میشه دوباره یه کار اشتباه میکنه که دقیقاً که به هم بریزه. یعنی از قصد میخواد مارکت رو یه جوری خراب کنه و این خیلی بده. خیلی بده که شما نمیتونید روی حرکات دولت حساب کنی. من که استابیلیتی دیگه، ثبات که وجود داره شما میتونید تصمیم بگیرید. هر سرمایه گذاری اینجا ثباتش زبان زد بود ولی الان دقیقاً. ولی الان و این خیلی بد بود. الان خوشبختانه حالا در شرایط الان این لحظه که هستیم یک مقدار داره بهتر میشه، چون که دولت به خاطر حالا مشکلاتی که به نظر من توی مدیریت خودش بود یک سری کارهایی میکرد که کمبودهایی که در مدیریتش وجود داره رو بتونه جبران کنه. یه سری تصمیم غلطی که دید جواب نمیده ولی باز همینجوری ادامه داد و بعضی وقتا به حالت
به ساعت تمسخر میگفتیم که معلمشون با معلم دولت ایران یکیه و هر دوشون بیشتر دارن خراب میکنن تا درست. وقتی اون تصویر رو میبینی و ایراداش رو میبینی انتظار داری که اینجا دیگه اون نباشه. مشکل دقیقا همینه. اگه قرارشه این حرف مشترک همه دولت ها باشه، حالا مخصوصا کانادا، به هر حال حرفی برای گفتنش خب واقعا علامت سوال بزرگی. اگر معرف حضورتون باشه به خاطر بیارین بین سال 2001 تا 2008 اکثر کشورهای جی 7 رشد اقتصادی منفی داشتن به غیر از کانادا. بله. از برکت سر ایمیگرانت ها، برای اینکه ایمیگرانت ها داشتن میوردن، دانششون رو میوردن، پولشون رو میوردن و سکیلزشون و مهارتشون رو میوردن اینجا، ما به درد کشورمون میخورد و خیلی کشور خوب پیش میرفت. بله. ولی واقعا خدا حفظ کنه آقای کرچیانو. ولی الان متاسفانه دولت ما کارآمد خوبی نداشته، کاراش هم قشنگ نبوده بسیار، این تو این چند سال گذشته، این درست قبل از کووید، اگه معرف حضورتون باشه اول سال 2020 قبل از که کووید انانس بشه، کووید تو مارش انانس شد دیگه، ژانویه من یادمه حافظم درست کار کنه 8-9% گروث داشتیم، توی فوریه دبل شد، دبل دیجیت شد، فکرم 11% یا 13% شد، یه دفعه مارچ کووید انانس شد و که بعدش همه چی رفت پایین. این نشون میده این نیاز به خرید و فروش املاک، چون اینجا متأسفانه به کشور صنعتی که نیستیم که مردم سرمایه گذاری کنن رو جاهای مختلف، رو کارخونه ها و از این حرفا، بیشتر یا سهام به صدا شرکت تو بازار سهام سرمایه گذاری میکنن یا تو ملک. سهام هم که متأسفانه ضربش رو خب چپ و راست به خیلی‌ها زده، من جمله خودم دیگه جرئت نمیکنم برم توش، ولی خب از ملک خوشبختانه ضربه نخوردم و خوبی ملک اینه بالاخره امروز خوش نکشه بالا فردا میکشه. بله جایگاهش محکمه. دقیقا سهام من که زمانی که ملکی فروختم کپیتال گینش رو اومدم چیز کنم، به صورت کامپنسیت کنم، گفتم برم کپیتال لاست کپیتال لاستی که توی سهام داشتم جبران کنم، گفت بابا شرکت 16 سال پیش جمع کرد رفت، اصلا یعنی چی دیگه نیست که اصلا بشه استفاده کرد، دلم خوش 20 سال صبر کردم. این حد اینجا داره میره زیر سوال و رفته. بله 20 سال من صبر کردم که شاید این سهام بیاد بالا ولی خبری نشد. بعد ولی جالب اینجاست که حالا مردم، شرایط کشور طوریه که مردم میخوان خرید و فروش کنن، نیاز دیگه همین بله. مردم نیاز دارن، دولت نیاز به پولش داره، شدیدا نیاز به پولش داره، به خاطر همین داره تکس همه چیو چند برابر میکنه. عزیز من، دولت عزیز، شما نیاز نیست تکس رو چند برابر کنی، تکس از روی ترانزکشن در میاد، معامله میشه، شما مالیاتتون میگیری. بله. اجازه بده مالیات مالیات ببخشید بله. مالیات پاش هم کنی، اجازه بده ترانزکشن انجام بشه، این ترانزکشن نمیذاره انجام شه ولی مالیات ها رو میخواد، حالا چون که نمیذاره انجام شه نتیجه چی میشه؟ میره چیزی که 3% رو میکنه 5% میاد روی پراپرتی ویکند تکس میذاره روی پراپرتی خالی، بعد ویکند تکسی که 1% اضافه کرده در جایی که خود پراپرتی تکس 0.72 شما 1% اضافه میکنی تقریبا یه برابر و نیم بهش اضافه کردی. بعد تازه خانم اولیویه چا میاد میگه حالا میخوام بکنم 3%. از شما میخوای مردم رو مجبور کنی خونه های خالیشون رو رنت بدن، در صورتی که پیش پروتکشنی برای لندلورد نذاشتی که اگه تننت شما بد بود ظرف 2 ماه بنده فسیلیتیت میکنم، من دولت آماده میکنم شرایط شما، ظرف 2 ماه تننت بد رو بنداز بیرون. اصلا مردم همچیزی نیست، 11 ماه تا 13 ماه باید صبر کنی که حالا این اتفاق بیفته، کی حوصله‌اش داره میگه ترجیح میدم خالی نگه دارم ضرر مالی بدم ولی با تننت بد روبرو نشم. حالا شده مثل کریتو استیک هستش، به جای اینکه بیاد به صابخونه ها یه تشویق نامه ای بده، یه تشویقش میکنه که آقا بیاین رنت بدین من این سکیوریتی رو به شما میدم، رنت بده بشین، نمیدی باید بلند شی. دقیقا. ولی اینجا اصلا این قانونه نه. اصلا معلوم نیست چجوری اینو دیزاینش کردن. خیلی از دوستامون هم تماس میگیرن میگن چرا دولت این کارا رو میکنه و واقعیتش چیزی که من باور دارم اینه که دولت میدونه اگر این تننت بد که رنت نمیده مشکل زاست، الان شما یه صابخونه بیرونشون کنین میره سراغ دولت، آقای دولت من خونه ندارم خونه میخوام، و میخواد خودش این هدکو نداشته باشه، این هدکو میذاره دوش صابخونه. بله. و به خاطر همین داره بدتر و بدتر هم میشه و رایت های حق و حقوق بیشتری به تننت ها میده در جایی که هیچ پروتکشنی برای لندورد نداره. شما به جای اینکه انداخته رو دوشه، حالا این لندلورد ممکنه یه بیلینگ داشته باشه، این لندلورد ممکنه تمام زندگیش یه رنتال داشته باشه، ولی یه جور دارن باهاشون رفتار میکنن، یه بیسمنتشو بنده خدا اجاره داده پدرش در میاره و این مشکل بزرگه. ولی خوشبختانه حالا خبرای خوب خبر خوب اینه که خب ما تورممون که مثلا تو نوامبر ما رسید ریت تورم به 3.1، دسامبر متأسفانه رفت بالا دوباره شد تو 3.4،
الان اومده 2.86 که خب خبر خوبیه. اینا مثلا میگفتن اینترست ریت ها رو میاریم پایین زمانی که به نزدیک به 2 بشه، به 2 برسه. اینا حالا به 2 رسیدن که طول داره تا به 2 برسه. ما اکثر مواقع اینفلیشن ریت مونده 3.325 الان فکر کنم الان تا زیر 3 است. الان خوبه 2.86 و خیلی داره مقاومت میکنه اینترست ریت رو پایین نیاره، برای اینکه میدونه اینترست ریت یه ذره پایین بیاد مارکت املاک تورنتو اصلا منفجر میشه. همین الان که اینا برای اولین بار بعد تقریبا 2 سال نگفتن که ریتو بالا نمیبریم، و چون که اگه معرفی زودتر بشه فکر کنم نوامبر بود دیگه، نوامبر گفتن که ریتو بالا نمیبریم ولی شاید باز ببریم ما. یعنی یه ترس همیشه تو وجود مردم داخل تو این 2 سال همش استراتژی همین بوده، دو به شک باشه بله که مردم بترسید ما ممکن این کارو بکنیم. ژانویه دیگه اینو نگفتن، گفتن نیمه دوم سال پایینم تازه پایین میاد. این خودش دلگرمی مردم داد، مارکت شرکت فعال شده. بله الان دوباره فعال تا دید مارکت داره فعال میشه. اولش گفت آ راستی اون سرمایه گذاری خارجی که گفته بودم 2 سال نمیتونن خرید کنن، یه 2 سال دیگه هم به اون اضافه میکنم. یعنی همش میخواد یه کاری کنه جلوی فعالیت مارکت رو بگیره، که اصلا اینجوری کار نمیکنه. اصلا سیستم به زور کار نمیکنه. قانون عرضه و تقاضا خیلی ساده است. آقا شما ملک کم داری، باید زیاد بسازی. نمیتونی، یعنی یادتون باشه قبلا هم صحبت کردیم، صاحبخونه‌های کانادایی، ببخشید پدر مادرهای کانادایی اومدن آقای دولت جلوی رشد زیادی ملکو بگیر، برای اینکه بچه‌های ما اینجوری نمیتونن هیچ وقت صاحب خونه بشن. و ایشون نه تنها دولت نه تنها نیومد کاری بکنه که بچه‌ها صاحب خونه بشن، یه کاری کرده پدر مادرام دارن بیخونه میشن. پس این روش غلطه. من همیشه آنالوژی که استفاده می‌کنم، نه من برای دوستان همیشه استفاده میکنم، میگم انگار که من بیام خدمت شما که دولت بشین بگم من گرسنمه، شما میگه هیچ نگران نباش الان کاری میکنم، هیچکی نتونه غذا بخوره، مشکل منو حل نمیکنه که دیگران غذا نمیخوره. و این دقیقا کاریه که دولت ما داره میکنه و بسیار مدیریت بدی داره. شوربختانه 2 سال هم وقت اضافه خرید اینجا برای خودش با اون ارلی الیکشنی که داشت، ولی دوام نمیاره این به نظر من. و الان مارکت داره خوب پیش میره فعلا، به خصوص قیمتای زیر 2 میلیون ما مالتیپل آفر زیاد داریم ولی سالمه. یعنی مالتیپل آفری نیست که یه دفعه 100 تا 200 تا 300 تا بالای ارزشش بره. معمولا هم قیمتای طرفای ارزشش یا شاید یه کمی، اکثر چیزایی که دیدم اینجوری شده. حتی بعضی وقتا مالتیپل آفر زیاد هم جواب نده. این نشون میده مارکت سالمه. الان خیلی مارکتو دوست دارم، مارکت خوبیه. ولی تاثیرشو دارم میبینم، رشد مارکتو دارم میبینم. فکر میکنم وقتی اینترست ریت ها بیاد پایین ما رشد بسیار خوبی خواهد داشت. یه دونه چیز دیگه هم خدمتتون عرض کنم. توی یه میتینگ بودیم تقریبا یک هفته پیش که نمایندای مجلس به صدای کشوری و استانی و اینا اومده بودن، من جمله خانم اولیویچا شهردار تورنتو، و یه سری صحبتایی که میکردن، حالا قول و قراری که سیاستمدارا همیشه میدن ببینیم چقدر پاشوا میسن. بعد صحبت این بود که میتونیم امسال انتظار 4-5% رشد توی قیمت ملک داشته باشیم، ولی دبل دیجیت نه، دو رقمی نه. میگو انتظار دو رقمی نباید داشته باشیم، ولی 4-5% رو میتونیم انتظار داشته باشیم. بله، یه به قول معروف یه قدم در راه ما درسته. چون خیلی واقعا فشار رو مردمه. آره. فشار مالیاتی، فشار گرونی. و شما خیلی سال از قدیمی ها هستی، بالای 20 خورده ساله که ماها هم دیگر رو میشناسیم. فقط اینجوری نبود کانادا؟ اصلا نبود. بسیار من واقعا از ته قلبم کانادا رو همیشه دوست داشتم. بله. خیلی کشور خوبی بود، مردم بسیار خوبی داشت. برسه. بسیار مردم خوبی داشت. یادتون باشه اصلا کارشناسی ما عکس نداشت. انقدر اطمینان توی این کشور زیاد بود که اصلا این چیزا نبود. شوربختانه خب یه سری آدمایی که میان بعضی وقت خیلی سوء استفاده داره میشه. ایراد من فکر کنم ایراد هامون رو ما بعضی وقتا با خودمون میاریم. ایرادهای حالا کشوری فرهنگی هر چی که هستش رو با خودمون میاریم. خب اگه اونجا خوب بود چرا توش نموندیم؟ هر جایی که اومدیم، از هر جایی، اصلا کشور خودمون فقط کار ندارم، راجع به همه صحبت میکنم. من فکر میکنم ما باید یاد بگیریم به مقدار احترام بذاریم به جایی که میریم، به قوانین جایی که میریم. و انقدر خودخواهانه نکنیم. آقا ما چیزی که بودیم ما میخوایم بیاریم حالا اینجا، همه باید مثل ما بشن. و این مشکل بزرگیه و این مشکل هیچ وقت هم متاسفانه واقعا هم همین شده. الان انقدر این مشکل ساز شده، ملیت های دیگه همه دارن کانادایی ها رو اصلا تحت شعاع قرار دادن. بله. و خب این خیلی اتفاق خوبی نیست، یعنی هرج و مرج بدی داره رخ میده. از قوانین هم خیلی داره سوء استفاده میشه. به هر حال اینجا کشوری بوده که به قول شما، منم با مسئولین حرف میزنم میگم این قانون اساسی شما، قانون اساسیتون بر اساس 50 تا 80 سال پیش بوده که واقعا
بیس آن تراست بوده، همش رو اطمینان بوده. الان شما از ملیت های دیگه دارین میارین، خیلی با تراست آشنایی نداشتن، بهشون دروغ گفته شده، بهشون یاد داده شده چجوری کلک بزنن، و اینا الان این قانون خب مثلا براشون بچه بازیه، سوء استفاده کردن ازش راحته. و واقعا باید قوانین رو عوض کنن، محکمتر کنن. ما در جامعه خودمون هم خیلی گرفتاریمون بالا رو گرفته. ببین من نگرانیم چیه؟ من نگرانیم که این کشور به این زیبایی، مردم به این زیبایی دارن تحت شعاع یه سری مهاجرای قرار میگیرن که نیتهای خوبی ندارن متاسفانه. و من ایرادی که توی سیستم اینجا میبینم انقدر آدم های پاکی بودند که خیلی ها اومدن شروع کردن سوء استفاده کردن. الان سیاست مدارا وظیفه شونه که بگن آقا این مملکت این قوانینو داره. نکنی من بیام منزل شما، من وظیفم احترام بذارم به قوانین منزل شما. این که من بیام منزل شما بعد بگم حالا من دوست دارم با کفش بیام، من دوست دارم اینجوری لباس بپوشم، این کارو بکنم و اینا، نه عزیز من تو خونه من که میاد با کفشو در بیاره. این مشکلیه که ما توجه نمی کنیم، خودخواهی ها اجازه نمیده. و این دولت هم انقدر معذرت میخوام از کلمه اسم بابو بازی در میاره یک جوری خیلی زیاد دیگه. آره دیگه، خیلی دیپلماتیکلی کورکت بودن دیگه تا چه حد. نکنیم ما از کشور دیگه میتونیم درس بگیریم. من دیگه مشکلاتم اینه، من شخصیتا همیشه میگم حتما سر من نباید باد دیوار بخوره بفهمم دیوار سفته. اگه در سر یکی دیگه خورد میفهمیم سفته، حواسم باشه. شما اروپا رو نیا کنین، فرانسه، انگلیس، دانمارک، سوئد، اینا همه چوب این زیادی دیپلماتیک بودن و خوردن. فرانسه از همه بدتر. توی فرانسه سالها پیش، 40 سال پیش من یک دوست داشتم میگفت مسلمان ها توی خیابون رو میبندن نماز میخونن. گفتم تو خود کشور ما که افراطی هم هست تو خیابون اونجوری نماز نمیخونن، چجوری شما اجازه میدین این کارو بکنن؟ گفتم ضعف از دولتتونه. چند سال پیش واقعا دیگه آخه تو چقدر میتونی دیپلماتیک بشی؟ اتفاقی که تو فرانسه افتاد چند سال پیش، اینا قانون گذاشتن که کسایی که روبنده دارن نمیتونن سوار وسایل نقلیه عمومی بشن. برای اینکه گفتن بمب‌گذاری میکنن، اصلا نمیفهمن که بمب گذاشت. انقدر میترسن، یعنی انقدر کنترل از دستشون در رفته، جرئت نمیکنن قانونی که سال پیش گذاشتن اینفورسش کنن. درسته. خب این ننگه کشوره. بله. تو قوانین خودت نمیتونی اجرا کنی. بله. و این اتفاق سر کانادا هم میفته. کانادا کشور بسیار خوبیه، ولی اگر همینجوری دولت ادامه بده خدا میدونه به کجا میرسه. اما در مورد داده برگردیم سر دوباره کار خودمون، ما داریم مشکلات مملکت رو برگرد سیاسی هم کنیم. شما همیشه نگاهتون این نگاه بوده دیگه، کاریش نمیتونی بکنیم. یه واقعیتی که وجود داره، هرچقدر که از آدم از سیاست بعدش بیاد و با کثیف ببینش، همه چیه جوری تحت و شعاعش قرار میگیره. زندگی روزمرهمون تحت و شعاعش. بله. به خاطر همین حالا ملک بخریم یا نخریم چیکار کنیم؟ الان به نظر من شدیدن اگر همه چی نرم پیش بره، همین مسیری که داره پیش میره پیش بره، دولت هیچ قانون جدیدی از تو آستینش در نیاره، شعبده بازی نکنه دوباره برای خرابکاری سورپرایزمون نکنه. بله. من فکر میکنم یه چند ماهی وقت داریم از این مارکت استفاده کنیم تا جامپ های مارکت تو نیمه دوم شروع بشه. بیزار دیرتر، من فکر کنم بعد از جولای، موست لایکلی بعد از جولای. بله، چون یادتون باشه معمولا سپتامبر مارکت پیک اپ میکنه. بله. خود یکی از اشخاصی که در مثلا میشناسم یه برخوردی داشته با یکی از بچهای توی بانک آف کانادا، اونا گفتن که، یعنی اون شخص به این دوست ما گفته که احتمال زیاد جون جولای نه، ولی سپتامبر ریتا رو میاریم پایین. برنامه شون اینه، یعنی ما دیگه اون موقع انتظار حرکت قوی تر رو میتونیم داشته باشیم. لذا کسایی که میخوان از مارکت بهره برداری کنم، به نظر دیگه من الان زمانشه. چون که اون شروع که بشه یه کانفیدنسی، یه اعتماد به نفسی به سلرها میده، نیم درصد میارن پایین منتها خونه ها یه دفعه تهاجم میده، اعتماد به نفس بره بالا، این اتفاق میفته. این سلر دیگه ترس نداره. الان سلر هنوز یه مقدار نگرانن، اخ وام دوم دارم، وام سوم دارم، بهتره بفروشم، نکنه اینجوری بشه، نکنه اونجوری بشه. این ترس به نفع بایره. بله. بایر میتونه نگوشیت کنه، میتونه دیل خوبی بگیره. به نظر من زمان بهره برداری از این موقعیته و من نمیبینم خیلی طول بکشه این. یعنی به احتمال خیلی زیاد نیمه دوم سال این برنامه عوض میشه. چقدرم خوب، همیشه هر پیش بینی کردین تو تمام این سالها درست درآمده و خوشحالیم که بتونیم هنوز انسان‌های خوب در رشته خودشون
کاربلد و صادق میتونن به شما توصیه های خوبی بدن. این خیلی مهمه. امروز که قبل از برنامه شروع بشه با هم صحبت میکردیم، خب شلوغ بود به خاطر ایام نوروز و هر کسی چند تا تجربه بد داشت، چند تا اسم خیلی درشت شهر رو میگفت که همه کلاهبردار. من نگاه کردم دیدم که ایوای تعداد آدم خوب چقدر کم شده. هر کی رو که الان با هر کس شما صحبت بکنی واقعا هر کس 4-5 نفر رو میشناسه، میتونن با هم رد و بدلش کنن و یه دفعه میبینی که ای بابا شهر چه خبره، چقدر ترسناک شده. خب پس چیکار کنیم؟ پس خوبا کجان؟ اینه که اگه خوب به شما معرفی میشه خیلی قدرش رو بدونید و این خوبامون دیگه تک شمار شدن، خیلی دیگه یونیک شدن. ولی خیلی داره بد میشه. آره اصلا من امروز ترسیدم. همه میدونستن اسم معروف میشناختن که دارن کار بد میکنن. من فکر کنم اتفاقی که داره میفته، یه سری آدمای بد متاسفانه وارد مملکت شدن و یک سری دیگه دارن یه کارایی میکنن. دیدین یه جشنایی که میگیرن در چه حد؟ یه جشن تولد میگیره از عروسی شاه بیشتر خرج میکنه. یه سری عجیب نیست؟ خیلی زیادی عجیبه. و من فکر میکنم یه سری دیگه که اینجا هستن میگن این چرا میکنه من نمیکنم، پس منم باید بتونم بکنم، من شرایط مالی اجازه نمیده بکنم، پس بذار همون کاری که اون میکنه منم بکنم که شرایط مالی به حد اون برسه. اگر اون اختلاس میکنه منم بکنم، بعد کارهای خلاف میکنه. ما سالها پیش این مسئله رو داشتیم. یه سری جدید اومده بودن، این جریان که در مرز میگم برمیگرده به حدود 40 سال پیش، 35 6 سال پیش، یک سری نیوکامر اومده بودن تو کانادا و اینا میدیدن که حالا یه سری که آدمای به اصطلاح جا افتاده تری بودن و ماشینای به اصطلاح برند داشتن و ماشین چه بنز و بنز و بنز داشتن به قول خودمونا، الان که اصلا اونا دیگه هیچی نیست. نه اونا بیسیکه، اونا دیگه بچه ها سوار میشن، بچه هاشون هم از اون بهتر سوار میشن. ولی واقعا اون موقع من یادم بچه ها صحبت میکنن ای فلانی بنز دارم چی داره، این و یکی داره فلان و استری سواز میشه. گفتم خب عزیز من شما هم کاراتو بکن، درستو بخون، کار میکنی شما هم میکنی. نه بابا تا اون موقع کی وصله درس افتادن تو کارهای فروش مواد. و در یک زمانی در اون سالها توی یک دو سه سال ایرانی ها خیلی قوی، چون ماشاءالله مغزم خوب کار میکنه در هر جهتی، تو خلاف که بهتر. بعد اینا شروع کردن کارهای خلاف کردن و ایرانی ها اینقدر سریع پیش رفتن تو کار فروش مواد، توی مونتریال اول شدن، از ایتالیا جلو زدن. که بعد الان هم تو دو سه تا خلاف بزرگ شهر جلو هم. بله شوربختانه همینجوره. بله. ولی جالب اینجاست که همه گیر افتادن و از بین رفتن. الان من فکر کنم داره همونجوری میشه. یه سری انقدر هولند که بیافتن تو این موج چه میدونم جشنای آنچنانی که دیگه حالا از هر مسئله شد. لعنت بهشون، واقعا لعنت بهشون و به هم ریختن همه خانواده ها رو. امیدوارم که عاقل باشید و زندگی رو در، یعنی اصلا من فکر کنم این همش برمیگرده به طرز تفکر دیگه و این حیفه، این تفکری که جوانهای ایران درش در خودشون انقلاب کردن و در تفکرشون، این اتفاق اینجا هنوز نیفتاده و ما مدعی چی هستیم الان نمیدونم. ولی بعد امیدوار باشیم، باید دعا کنیم که بدتر از این، چون خیلی بد داره میشه. و خیلی حواستون رو جمع کنید در رفت و آمد هاتون، در معامله هاتون، در اینکه اگر آدم های خوب به شما معرفی میشن هوای همدیگر رو داشته باشین و قدر این خوبی ها و رو راستی ها رو بدونین، چون اگه اینم از دست بدیم دیگه این رشته اطمینان ما رو خیلی تنها خواهد کرد. اگر پاره بشه و دیگه همدیگر رو نداشته باشیم هیچی نداریم، فکر میکنیم که نوروز رو داریم ولی دیگه همه چیز رو از دست خواهیم داد. واقعا که فرمودین درسته، قدیم میگفتن دوستای خوب انتخاب کن که تو مسیر غلط نیفتی. مثلا گفتن آدما رو از اون دوستاشون دقیقاً میشناسن. الان خیلی از ما به علت حالا آدمای مختلفی که وارد کشور شدن با یه سری آدمای طرفیم که اصلا سابقه شون رو ممکن دقیقاً ندونیم. و یکی از زیبایی‌های کانادا اینه که ما اینجا فکر نمی‌کنم کسی داشته باشیم که پدرش سرهنگ بوده باشه. اینجا همه پدراشون تیمسار بودن تو ایران. آفرین. ولی این مشکلیه که ما اینجا داریم. شاید آمریکا تیم سارا همه کنه. و این که ما نمیدونیم بک‌گراند اشخاص چیه. تو ایران بچه‌ها خیلی خوب بک‌گراند هم دیگر رو میشناسن، به خاطر همین با هر کسی. و چقدر هم خوبه که آدم ریشه هم دیگر رو بشناسه. بله. خیالت راحته، این شناخته خوبه، ولی متاسفانه الان اینجوری شناخته وجود نداره. اینقدر مصنوعی و از روی ظاهر شده. بله. که دیگه نمیشه. خاطر همین دوست داشتن دوست خوب خیلی مهمه. یعنی ما به بحث این که
میشناسیم با قول معروف دوستای خوب و دو دستی به قول معروف بچسبیم بهشون، قدرشون رو بدیم واقعا، چون اینکه ریپلیس کردنشون که 100% خیلی سخته و آدمای بدن بذاریم کنار تا اونجایی که میتونیم بذارینشون کنار به هر قیمتی ضرر میزنه. اصلا فکر کنین که بزرگترین ضرر رو تو زندگیتون مالی بدین بهتره تا از دوست بد کنارتون باشه و قضاوت بشین. بذاریم بالاخره باید یه کاری بکنیم، 100% خوبا رو معرفی کنیم و بعدا رو بذاریم کنار. یه مشکل دیگه و بعدا رو هم بعضی وقتا به هم دیگه اگر میدونید واقعا الکی نخواهش میکنم، درخواست همه دوستانمون اینه که اسمهای آدمای خوب رو خراب نکنیم، ولی آدم بعدی میشناسین به هم دیگه بگیم ما یه ایرادی که داریم روی انسانیتمون فکر میکنم این کارو میکنیم، میدونیم یکی بده بعد میگه مثلا نمیخوام حالا اسمش رو بگم. خب اگه واقعا میدونی صمیمانه تجربه کردی که آدم بدیه کارهای بد داره میکنه، قبل از اینکه سر همه کلا بذاره ما باید به هم دیگه بگیم مواظب فلانی باش. حالا اصلا نمیخوایم بگیم که جزئیات کارش، فقط اگه داری باید فلانی رفت و آمد میکنی مواظبش باش چون که سابقه خوبی نداره، حداقل در همین حد به هم کمک کنیم. چون ما واقعا من داشتم اشخاصی که میگه ای سر من کلا رفته حالا چرا سر دیگران نره. خب این خیلی زشته. نه این خیلی زشته. این طرز تفکر غلطیه و حتما اگر سر ماها کلا رفته نباید بذاریم سر یکی دیگه کلا بره. این بهترین شکل برخورده. ما قدیمی هایی تو این شهر داریم که واقعا الان شاید از انگشتان یه دست کمتر باشن که اینقدر اینها به شهر خدمت کردن، چه در قسمت فرهنگی چه در قسمت بیزینسی، و خیلی ها از کنار این انسان ها میلیونر، واقعا میلیونر که الان عددی نیست، بیلیونر شدن در این شهر، ولی قدرشون رو نمیدونن. خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم که با یک کلمه حرف نمیشه ریشه یکی رو خراب کرد. اینی که یاد گرفتیم همه به هم یه چیزایی میگیم، اینی که من و جناب منصوری امروز داریم صحبت میکنیم در مورد آدم هایی که گوشه و کنار شهر دارن خلافایی میکنن که در رشته وامه، در رشته خود شما خیلی خلاف نمیشه که مثلا خونه رو وجود نداشته باشه بفروشی، ولی میتونی خونه بد بفروشی، میتونی گرونتر بفروشی، ولی تو کار وام خیلی خرابکاری هست، خیلی خلافکاری هست. توی این رشته هایی که به هر حال ما ها میدونیم، یا حالا دنبال این نیستیم که مثلا شما پنیر رو گرونتر توی مغازه میخرین، خب دیگه نمیرین، ضررش خیلی نیست، یا غذای بدی رستوران میده، خب دیگه نمیرین، ولی شغلایی هست که خونه خراب کرده مردمو. من در تایید فرمایش شما داشته بودم فکر میکردم یاد یه جریان افتادم. نیا کنید یه سری شغلا هست مثل همین وام که فرمودین، مثل عددهای بزرگ رو بله متاسفانه شوربختانه مثل همین کار مشاوران املاک. ما به خاطر اون سیستم کاریمون یه جوریه که اگه بخوایم درست سرویس بدیم به کلاینتمون، ایشون نیاز داره به ما اطمینان کنه، صمیمانه با ما صحبت کنه، شرایطش رو بگه که ما بتونیم با توجه به شرایطش بهترین کمک رو بهش بکنیم. و ما اگر سوء استفاده کنیم که متاسفانه یکی قسمت بعدش هم، چون دستت بازه دیگه تمام اطلاعاتو بهت داده، درسته. میشه سوء استفاده بکنیم. اگر این کارو بکنیم واقعا باید جریمه‌مون خیلی بالا باشه. ببینید جریمه من چجوری بهش نگاه میکنم، مثل یه چند دقیقه پیش داشتم با مایکل صحبت میکردم در این مورد، مثل این میمونه که یکی بیاد در خونه شما رو بزنه، شما نگاه میکنی میبینی نمیشناسی، در باز نمیکنی، خودتون این محافظت میکنی، حالا یه پلیس میاد در میزنه، شما به عنوان سیستم بهت یاد داده به پلیس میتونی اطمینان کنی که حافظته در باز میکنی. حالا که این پلیس به شما ضربه بزنه جریمهش باید چند برابر بشه؟ این که بعضی سیستما برمیدن مثلا پلیس میگن آه کار خلاف کرد حالا خلع لباسش میکنیم، مثلا یک توهین به نظر من به جامعه است. بله. که شما پلیسی که قرار بود آدم خوبی باشه یه کار خیلی بد کرده و شما یه دولت منو در شرایطی گذاشتی که درو براش باز کنم، خودم رو وانرابل کنم در مقابل این شخص، حالا تنها کاری که میکنی خلع لباسش میکنی، یعنی ایشون اینجاست مردم اینجان، آدم شالاتان رو میاری میزنی تو حد مردم، این جسارت به همه جامعه است. بله توهین واقعا. به خاطر همین اینا رو قبول ندارم در کار خودمون یا کار وام. مردم بنده خدا مجبورن به علت چه میدونم اینکه نیاز دارن کار بهتر انجام بشه صمیمانه صحبت کنن، صادقانه شرایطشون رو بگن، و ما بیایم سوء استفاده کنیم من فکر کنم جریمه خیلی باید سنگین باشه. کاملا درست که اونم نیست در کار خود شما متاسفانه اینم یکم مشکل این از بالا خرابه. یک ضرب المثل قدیمی داریم باهاش برنامه امروز رو جمع میکنیم، میگن هر چه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. اون روزه داره میرسه ها، الان نمکه داره میگنده و اون دوچار مشکل خواهیم شد. چقدر از شما ممنونم.
سپاسگزارم از شما. ممنون برای همه حمایتات، برای اینکه کنار ما هستی و کنار مردم. ممنون از اینکه سرویس خوب به مردم میدی و این نام خوب و بر اعتباری که برای خودت در تمام این سالها حفاظت کردی و نگه داشتی باعث افتخار همه ماست. و با سیاوش خان منصوری تلفنی گذاشته شده که اگه میخواین مشاوره باهاش رایگانه، دوستی باهاش خیلی خوبه، واقعا لذت میبرین، از تمام زاویه ها میتونه دیدگاه خوبی داشته باشه، با شما گفتمان داشته باشه، ولی خب طبیعتا در کار املاک حرفای زیادی برای گفتن داره، تجربه خیلی زیادی رو میتونه به شما انتقال بده و انسانی شریف و قابل اطمینان. با شماره تلفن 416-992-1922، سالیان ساله که این شماره هست، با شما همراه و به طور رایگان مشاوره میدن که اگر نظرشون رو میخواین، که نظرشون کاملا تخصصی و همیشه هم معمولا ضریب خطاشون تقریبا صفر بوده همیشه. خیلی ازت ممنونم. سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم از دوستان که اجازه ما در خدمتشون باشیم. برای شما و تمام دوستانمون آرزوی سال بسیار خوبی دارم. ان شاءالله که نوروزتون پیروز بشه.